وقتی هنرپیشه برنده اسکار گریس کلی با این تصمیم روبرو شد که شغل هنرپیشگی خود را که در اوج خود بود ادامه دهد یا با پرنس رینر موناکو ازدواج کند و مسیر زندگیش را به طور کلی زیر و رو کند، او گزینه دوم را انتخاب کرد، اما نه به خاطر ورود به دنیای پرزرق و برق پرنسس موناکو، بلکه او این تصمیم شجاعانه را گرفت تا در حالی که در اوج بود کارش را ترک کند و نام و یادش را تا ابد زنده نگه دارد. اولین دیدار کلی و پرنسس رینر خیلی دیدار جالبی نبود. در واقع این پیر گالانت شوهر اولیویا ده هاویلند بود که وقتی فهمید کلی برای شرکت در فستیوال فیلم کن به فرانسه آمده است، تصمیم گرفت این دو را برای عکسبرداری برای مجله اش به یکدیگر معرفی کند. کلی با اکراه پیشنهاد او را پذیرفت، اما به نظر می رسید کل دنیا جلوی راه او ایستاده است تا این دیدار هرگز صورت نگیرد. در آن روز سرنوشت ساز، کلی متوجه شد که برق در اتاق هتل قطع شده است. شاید همین دلیل برای کسی دیگری کافی بود تا چندین قرار ملاقات مهم را کنسل کند، اما نه برای کلی. او ماهرانه موهای خیسش را با گیره‌های از گل‌های زیبا پوشاند و تصمیم گرفت پیراهن بدون چروکی را که قبلاً هم به تن کرده بود برای دیدار با او بپوشد. در بین راه قصر پرنسس، ماشین کلی دچار تصادف کوچکی شد که باعث شد او با تأخیر به مقصد خود برسد، در حالی که پرنس دیگر رفته بود. کلی خودش هم زمان زیادی نداشت، زیرا باید چند ساعت بعد در مراسم جشن فیلمش حاضر می‌شد. اما بالاخره پرنس هم رسید و کلی را به تور خصوصی قصر خود برد. کمی بعد وقتی کلی در مراسم جشن حاضر شد، لبخند بزرگی روی صورتش دیده میشد. در نهایت کلی مجبور بود به آمریکا برگردد و دیگر هرگز پرنس رینر را نمیدید، یا حداقل خودش اینطور فکر میکرد. بعد از اولین دیدارشان، این دو برای مدت طولانی شروع به نوشتن نامه به یکدیگر کردند و به نحوی توانستند رابطه خود را از چشم کنجکاو خبرنگاران مخفی نگه دارند. اما وقتی پرنسس رینر تصمیم گرفت در تعطیلات کریسمس به خانه کلی سر بزند، دیگر چیزی برای مخفی کردن نمانده بود. کلی که در گذشته هم چندین رابطه ناموفق داشت، به دنبال مردی بود که بتواند با او آرامش را پیدا کند و خودش هم اعتراف کرد که جنبه عمومی زندگی هنرپیشگان را دوست ندارد. وقتی پرنس رینر عشقش را به او اعتراف کرد و از این زن زیبای بازیگر خواست تا با او ازدواج کند و ساکن شود، بلافاصله پیشنهاد او را قبول کرد. با این حال، کلی دنیای سینما را بدون برگزاری نمایشی بزرگ ترک نمی کرد. مراسم ازدواج گریس کلی و پرنس رینر که در سال 1956 رخ داد، رویداد بی‌نظیری بود. بعد از ازدواجش کلی شغل خود را رها کرد تا در موناکو به همسر خود ملحق شود و زندگی جدیدش را به عنوان پرنسس گریس آغاز کند. متاسفانه شادی این دو زود تمام شد، آن هم وقتی که پرنسس گریس در 52 سالگی در حادثه جان خود را از دست داد. بعد از این اتفاق پرنسس رینر دیگر هرگز با شخص دیگری ازدواج نکرد. این دو به سوگندهای خود عمل کردند و از آغاز رابطه خود تا مرگ از یک زندگی پر از شادی لذت بردند.